بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که علم میراث من و میراث پیامبران پیش از من است. خب، درس دوم از فصل دوم حسابان 11 همون حسابان 1 رو امروز انشاءالله با هم می‌خونیم. درس دوم هست انواع توابع. میگه شما تا کنون با توابع مختلفی آشنا شدید. توابع در دنیای واقعی دارای کاربردهای زیادی هستند. تابعهای ثابت، تابعهای همانی، اینا رو بلدید دیگه. ثابت، تابعهای همانی، تابعهای خطی و به طور کلی توابع چند جمله‌ای نمونه‌ای از توابعی هستند که در مدل سازی پدیده‌های طبیعی مورد استفاده قرار میگیرند. در این درس با انواع دیگری از توابع مهم و مفید آشنا میشویم. من فقط برای یادآوری، تابع ثابت fx مساوی c که c عدد مثل fx مساوی با 5، این چی بود؟ این تابع ثابت. همه جا مقدارش یه عدده. اگرم که رو نمودار بخواید نشون بدید، یه موازی محور طول میشه. fx مساوی با x، این چیه؟ این طول و عرض با هم همیشه چی هم برابرن، همینه، همین یکی بیشتر نیست، این چیز خاصی هم نداره، این تابع همانیه، مثال نداره، این یه دونه بیشتر نیست. کلا اینا هر عددی میتونه باشه، ولی فقط fx مساوی xه. نیم ساز ربع اول و سوم. بعدی fx مثلا مساوی با 2x به علاوه 5. توی درس قبلی داشتیم فرم کلیش به چه صورت هست؟ به فرم کلی ax به علاوه b. پس مثالش هم گفتم، مثلا fx مساوی 2x به علاوه 5، 2x منهای 3، فرقی نمی کنیم مثالش. این چیه پس؟ این تابع خطی هست. تابع چند جمله هم که فرم کلیش اینطوری بود دیگه، fx مساویه ax به توان n به علاوه a1 مثلا x به توان n به علاوه a2 x به توان n منهای 1، همینطور ادامه پیدا میکنه تا an. این هم تابع چی بود؟ تابع چند جمله ای. این تابع چند جمله بود. خب شما میدونید a1x به توان n به علاوه a2x به توان n منهای 1، همینطور بره جلو تا an. این رو میگن یه چند جمله. حالا اگه این fx مساوی با این بشه، این میشه تابع چند جمله. مثال واضحش مثلا fx مساوی x2 به علاوه x، یا مثلا x2 به علاوه x منهای 1. حتی تابع خطی هم، تابع خطی، این تابع خطی همانی و ثابت نمونه‌ای از تابع چند جمله هستند. پس من بنویسم تابع خطی همانی و ثابت، توابع اینا، توابع خطی همانی و ثابت نمونه، اینا فقط یه مثال هایی از اون هستند. توابع خطی همانی و ثابت نمونه هایی از تابع چند جمله ای هستند. پس اینا همشون یه نمونه های از تابع چند جمله، خیلی کلیه تابع چند جمله. توابع گویا، مطلبی که حالا جدید هست براتون، هر تابع، دقت کنید، هر تابع به شکل fx مساوی px به روی qx را یک تابع گویا می نامیم که در آن چی؟ px و qx چند جمله ای هستند و چند جمله qx صفر نیست. خیلی تابلو، تابع کسری باشه، صورت و مخرجش چند جمله ای هستند، ولی مخرج هیچ وقت صفر نمیشه. بارها گفتیم مخرج اگه صفر بشه، کسر تعریف نشده است. پس چند جمله qx هیچ وقت صفر نیست. توابع زیر همگی گویا هستن. اینا نگاه کنید، 5 به روی x به علاوه 1 سوم x منهای x به روی
x دو منای f x به علاوه یک، رادیکال 5 در x به علاوه دو به روی x به علاوه یک. اینجا خواندنی مثال زده، یه مثال زده برای خواندن. بریم صفحه بعد کار در کلاس. میگه مشخص کنید که هر نمودار زیر متناظر با کدام تابع است، دلیل بیاورید. خب عزیزان دقت کنید، اولی f از n به r هست. یعنی چی؟ یعنی دامنتون n، یعنی فقط عددهای طبیعی. n یعنی عددهای چی؟ n یعنی عددهای طبیعی دیگه، 1 2 3 4 5 الاخر. n عددهای طبیعیه. کدوم یکی فقط عددهای طبیعی رو شامل شده؟ کدوم یکی؟ ملاحظه میکنید که الان اگر نگاه کنید این دوتا، این و این دوتا عدد طبیعی، اما کدوم یکی میره تا بی‌نهایت؟ اینه که داره میره همینطور به سمت بی‌نهایت. پس این میشه برای قسمت الف، قسمت الف بود اشتباه نکنم دیگه، این برای الف بود. بله، پس تابع یک ایکسوم رو اومده رسم کرده برای عددهای طبیعی. خب ایکس رو بدید یک، این میشه یک یکم، میشه یک. دو بدید ایکس رو میشه یک دوم. سه بدید میشه یک سوم. نگاه کنید اینجا یک، اینجا یک دومه، اینجا یک سوم. اگه بس کنید اینجا میبینید یک سوم، این یک چهارمه، اینجا یک پنجمه وایش، و الاخر میره به سمت بی نهایت. ایکس ها میرن به سمت بی نهایت، اینا میدارن به صفر نزدیک میشن. بعدی نگاه کنید، از آر مثبت به آر، بچه ها از آر مثبت، ولی این فقط قسمت مثبت و صفر رو در نظر گرفته، منفی ها رو در نظر نمیگیره، برای تابع یک ایکسون. خب کدوم یکی میشه؟ میشه این قسمت برای ب، یعنی الان تابع چیه؟ تابع جی ایکس هست. ببین فقط قسمت های مثبت و در واقع نامنفی، گفتم توی درس قبل آر مثبت یعنی نامنفی ها، یعنی صفر هم میتونه شامل بشه، ولی صفر جز دامنه این نیست، چون اگر صفر رو بذارید مخرج میشه صفر و این تعریف نشده میشه. بعدی 1 2 3 به آر، یعنی دامنتون فقط 1 و 2 و 3 رو شامل میشه. اینه، پس این جواب قسمت نمیدونم پی یا جی، این آخریه، میبینید فقط 1 و 2 و 3 رو شامل شد، این قسمت P هست، یا اسمش بود HX بکنم، که فقط عددهای 1 2 و 3 رو شامل شد برای 1 ایکسوم. خب 1 ایکسوم میشه 1 یکم، 1 دوم، 1 سوم. آخری هم که معلومه، کلن نمودار 1 ایکسوم، نمودار 1 ایکسوم در حالت کلی اینه، قسمت T یا همون TX. نگاه کنید از اینجا میره به سمت بی نهایت برای وای، هرچی که به صفر نزدیک میشید این وایش هی بزرگتر میشه، میره به سمت مینار. از اینجا وقتی که ایکس رو دارید بزرگ میکنید وایش هی داره به صفر نزدیک میشه، و از این طرف هم دقیقا همین اتفاق برعکس رخ میده، ایکس هرچی کوچیک میشه باز این به صفر نزدیک میشه، و ایکس هرچی به صفر نزدیک میشه باز این میره به سمت منفی بینار. نگاه کنید بچه ها، اینجا گفته آر منهای صفر. چرا آر منهای صفر؟ بازم تأکید میکنم مخرج نمیتونه صفر باشه، پس دامنه این در حالت کلی دامنه تی ایکس هست آر منهای صفر، چون به هیچ وجه مخرجش صفر نمیشه. بریم پایین، میگه دامنه تابع یک اف ایکس مساوی یک ایکسون برابر آر منهای صفر است، اما ممکن است دامنه را به مجموعه دیگری محدود کنیم. حواستون باشه دامنه اصلی یکی آر منهای صفره، اما حالا ممکنه یکی بگه نه من کل آر رو نمیخوام، من فقط قسمت مثبت رو میخوام، فقط مثلا قسمت نامنفی، فقط قسمت نامثبت، یعنی فقط قسمت منفی ها و صفر، که صفر هم جزش نیست. حالا بستگی داره، یکی ممکنه بگه نه من فقط عددهای صحیح رو میخوام، یکی بگه عددهای طبیعی، بستگی داره کجا رو انتخاب کنیم. ولی در حالت کلی اگر گفتن دامنه این چیه، دامنش هست آر منهای صفر. دامنه اف را با دی اف نمایش میدهیم، دامنه تابع گویا، خوب دقت کنید خیلی مهمه، دامنه یک تابع گویا مجموعه همه مقادیری است که به ازای آنها
عبارت جبری گویای نمایش دهنده ضابطه تابع تعریف شده باشد. در واقع یعنی تمام عددهایی که براش تعریف شدن عبارت جبری همون صورت و مخرج. مثلا دامنه این تابع هست 5 به روی x به علاوه 2 که دامنه تابع fx این میشه r منهای منفی 2. چرا؟ چون اگه x رو بدید منفی 2 مخرج 0 میشه. پس تمام عددهایی که برای این عبارت جبری صورت و مخرج جواب میدن، شما برای مخرج منفی 2 جواب نمیده. وقتی میگه تمام عددها یعنی r، وقتی یه عددی جواب نمیده اونو از r حذف میکنیم. پس الان اینجا منفی 2 برای این جواب نمیده. در واقع میشه اینطور گفت وقتی که یه تابع گویا داشته باشیم، خب میشه گفت که دامنه تابع گویا میشود آر منهای مقادیری که مخرج را صفر میکنند. حواستون باشه این برای گویا ها، تابع گویا تابعی هست که صورت و مخرجش چند جمله ای هن. چند جمله ای دامنش تابع چند جمله ای دامنش آره، دامنه تابع چند جمله ای آره، و وقتی میاد وقتی که دامنش آره یعنی صفر هم میتونه باشه. اون مقادیری که مخرج کاری با صورت اصلا نداریم، مقادیری که مخرج صفر میکنن رو باید از آر کم کنیم، یعنی آر منهای مقادیری که مخرج را صفر میکنن. این میشه دامنه تابع گویا. حواستون باشه ممکنه تابع کسری باشه. پس ببینید fx مساویه با 3x2 به علاوه 5 به روی رادیکال x به علاوه 7 این تابع گویا نیست، این تابع کسریه. حواستون باشه تابع گویا صورت و مخرجش دوتا گویا هن، یعنی رادیکال یعنی متغیر زیر رادیکال قرار نمیگیره. این با چیزی که من گفتم متفاوته. دامنی تابع گویا، گویا صورت و مخرجش چند جمله هن، این هم مخرج چند جمله ای نیست. پس اینها یه روابط جدایی برای خودشون دارن. شما باید رادیکالی ها رو بخونید دامنش رو و بعد درباره چنین چیزی هم نظر بدید. پس این تابع گویا نیست. حواستون باشه. بریم صفحه 46، توابع رادیکالان. سری رسیدیم بهش. توابع رادیکالی یا تابع ریشه دوم. تابعی را که هر عدد نامنفی را به ریشه دوم نامنفی آن نسبت می‌دهد تابع ریشه دوم می نامند و به صورت fx مساوی رادیکال x یا y مساوی رادیکال x نمایش می دهند. هر عدد چی؟ نامنفی. حواستون باشه عددهای زیر رادیکال نمی تونن منفی باشن. تابعی که هر عدد نامنفی را به ریشه دوم نامنفی آن ریشه دوم نامنفی آن نسبت می دهند تابع ریشه دوم می نامند و به صورت fx مساوی رادیکال x یا y مساوی رادیکال x نمایش می دن. نمودار تابع در شکل نشان داده شده است. دامنه و برد این تابع بازه دامنه و برد این تابع بازه صفر و مثبت بینایت. حواستون باشه دامنه و برد، یعنی هم دامنه صفر تا مثبت بینهایت هم برد. حواستون به این نکته باشه دامن و بردش یکسانند. تابع fx مساوی رادیکال x یک تابع رادیکالی است. پس این به این میگن تابع ریشه دوم. خب تابعی که هر عددی رو به رادیکال به ریشه دوم نامنفی هر عدد نامنفی به ریشه دوم نامنفیش نسبت این رادیکال x میشه یه تابع، یکی از انواع تابع رادیکالی. چرا؟ چون ممکنه هر چیزی به جای x زیر رادیکال قرار بگیره. اما اینو یادتون باشه بچه ها. حالا این چطوری رسم شده؟ خیلی راحته بچه ها. شما اینجا y مساوی رادیکال x مگه نیست؟ به جای x یه بار 1 بدید، رادیکال 1 میشه 1،
پس وای اگر که ایکس یک باشه وای هم میشه چی؟ یک. پس ایکس یک وای هم یک. میبینید ایکس رو بدید چهار، ایکس رو بدید چهار، رادیکال ایکس میشه دو. یعنی اگر ایکس چهار باشه وای میشه دو. میبینید اینطور رسم شده، همینطور الکی رسم نشده، یعنی قاعده ای داشت و این دیگه همینطور میره بالا. مثلا اگر ایکس رو نو بدید وای میشه سه. پس این الان میرسه اینجا توی نقطه نووسی هم باز شما یه توی نووسی هم یه نقطه دارید، نقطه نووسی جز این نموداره هست. پس حواستون به این نکاتی که گفتم باشه. این شکل رو به خاطر بسپرید برای تابع وای مساوی رادیکال ایکس، چون بعدن اگر خواستید انتقال بدید این خیلی با کارتون میاد. کار در کلاس. به کمک نمودار تابع وای مساوی رادیکال ایکس، نمودار چهار تابع، آها اینها رو گفته چیکار کن؟ برام رسم کن. خب من اینو نکتهش رو گفتم قبلا، گفتم اگر عددی بیاد، شما اگر اف ایکس به علاوه آ داشته باشید، یعنی یه عددی با این جمع بشه، شما با قرینین یعنی با منفی آ به اندازه منفی آ نمودار رو در راستای محور طول جا به جا میکنید. اگر اف ایکس یعنی تابع به اضافه یه چیزی، اون وقت به اندازه اون در راستای به اندازه خود آ در راستای محور وای جا به جا میکنید. پس اینو حواستون باشه. اگر که زی مثلا برای رادیکال ایکس اگر زیر رادیکال اضافه شده بود، یعنی چی؟ یعنی در راستای محور طول. اما اگر بعد رادیکال اضافه شده بود یعنی چی؟ یعنی شما چی کار میکنید؟ این رو در راستای محور وای جا به جا میکنید. پس الان اینجا اولی رادیکال ایکس به علاوه سه، نمودار رادیکال ایکس رو که دیدید به علاوه سه، به به خود کتاب خیلی قشنگ زحمتش رو برامون کشیده. این برای قسمت الف هست، میشه اف ایکس میشه رادیکال ایکس به علاوه سه. نگاه کن همون نمودار است، همون نمودار بالایی رو، همین نمودار وای مساوی رادیکال ایکس رو اومده از صفر سه تا برده بالا، از یک سه تا برده بالا. پس نگاه کن به این صورت رسمش کرده. میبینید همه نقاط رو سه تا برده بالا، این سه تا اومد بالا، اینجا بود سه تا اومد بالا الاخر. پس نمودار جدیدمون به این شکل میشه. بعدی نگاه کن اینجا از صفر اومده رو منفی سه در راستای، ببینید این افقی بود، این سه تا اومد بالا عمودی بود. خب عمودی که بیاد یعنی به خود رادیکال اضافه شده و سه تا اومده بالا مثبت سه. اینجا افقی سه تا رفته به سمت منفی. خب شما میدونید وقتی افقی بره یعنی این قرینه آ بوده، قرینه چیپ شده منفی سه مثبت سه. پس رادیکال ایکس به علاوه سه میشه قسمت ت. ببین گفتیم به اندازه قرینه، این قرینه مثبت سه میشه منفی سه اگر زیر رادیکال بود در راستای محور طول جابجا میشه. پس این هم از این یکی. بچه ها میتونید مثال هم بزنید، هم ممکنه یکی بگه آقا نه چطوری؟ میگم آقا شما اینو بده منفی سه، ایکس رو بده منفی سه به اضافه سه میشه چند؟ صفر. میبینید ایکس رو بده منفی دو، منفی دو به اضافه سه میشه مثبت یک، رادیکال یک میشه یک. میبینید تو منفی دو این چنده؟ یک هست. پس اینطور نیست که مثلا یه قاعده بگیم هیچ مفهومی پشتش نباشه. خب بعدی رو نگاه کنید عزیزان، بعدی اومده از منفی سه. ببین وقتی اومده منفی سه در راستای محور وای جا به جا شده، یعنی به خود رادیکال ایکس یه چیزی اضافه شده، یعنی رادیکال ایکس منهای سه شده. پس قسمت B بوده این. پس این قسمت B یعنی HX هست، این قسمت B نمودار چیه؟ HX. خب این هم که گفتیم RX بوده قسمت T. بعدی GX میشه رادیکال X منهای 3 به اندازه قرینه منفی 3 یعنی مثبت 3 باید در راستای محور طول جا به جا بشه، یعنی 3 تا باید بیاد به سمت راست. خب نگاه کن دقیقا همین کار رو کرد. پس این قسمت P که نمودار تابع چی هست؟ نمودار تابع جی ایکس هست. خب پس این هم از این. اینو قبلا توضیح داده بودم تو درس قبل، صفحه 47 مثال.
دامنی این تابع برابر مجموعه همه عددهایی است که برای آنها سه x منهای 5 بزرگتر مساوی 0 یا x بزرگتر مساوی 5 سوم. پس df مساوی با از 5 سوم تا مثبت بی‌نهایت. برد این تابع نیز مجموعه همه اعداد نامنفی است، پس بردش میشه از 0 تا مثبت بی‌نهایت. در جدول مقابل در جدول مقادیر تابع f به ازای چند عدد در دامنه آن مشخص و نمودار تابع نیز رسم شده است. خب من الان توضیح کامل تری میدم. ببینید این به این صورت است، از 5 سوم x رو بدید 5 سوم میشه 0، x رو بدید 2 میشه 1، x رو بدید 3 میشه 2، x رو بدید 4 میشه رادیکال 7، x رو بدید 14 13 میشه 3 الی آخر. پس اینا رو اومده این نقاط رو به این صورت به هم وصل کرده. یه نکته رو در نظر بگیرید، نکته دامنه تابع رادیکالی مقادیری است که به ازای آنها زیر رادیکال بزرگتر یا مساوی صفر باشد. چون زیر رادیکال میتونه صفر باشه میتونه بزرگتر صفر باشه، اما کمترش امکان نداره. پس اینجا نگاه کن، مثالش f x شده رادیکال 3x منهای 5. مقادیری که زیر رادیکال رو بزرگتر یا مساوی صفر میکنه، 3x منهای 5 بزرگتر یا مساوی صفر، منفی 5 میره اونور میشه 3x بزرگتر مساوی 5، دو طرف رو به 5 تقسیم میکنه میشه x بزرگتر مساوی 5 سوم. پس به صورت باز دامنه f df یعنی دامنه f میشه از 5 سوم تا مثبت بی‌نهایت. اما برد، خب برد این یه تابع خطیه، تابع خطیه و میدونیم کمترین مقداری که این میتونه باشه صفر میتونه باشه. خب کمترین مقدار صفر، چیزی که از رادیکال میاد بیرون هم که مثبت هست، پس حتما این از مثبت از صفر تا مثبت بی‌نهایت هست، چون تابع خطی میره تا بی‌نهایت. اما ممکنه بعضی وقتا رادیکال ها به این راحتی بردشون به دست نیاد، بردشون بعضی وقتا یکم سخت‌تر به دست میاد. کار در کلاس قسمت الف میگه دامنی تابع اف ایکس مساوی رادیکال 2x به علاوه 6 را به دست آورید، سپس با کمک نقطه یابی نمودار آن را رسم کرده و برد تابع را نیز مشخص کنید. بچه ها اگر که زیر رادیکال خطی بود، به صورت مثلا یه تابع خطی بود، اینا همشون بردشون چیه؟ بردشون آر مثبت هست. خب یعنی از صفر تا مثبت بینن. حالا الان با قسمت بی هم مقایسه میکنیم یه چیز جالب کشف میکنید. ببینید دامنه این رو خواسته خب از زیر رادیکال چی باشه؟ 2x به علاوه 6 بزرگتر یا مساوی 0. 6 رو میارید این ور، 2x بزرگتر مساوی منفی 6، به 2 تقسیم میکنید، این 2 با این 2 خر میخوره، x بزرگتر مساوی منفی 3، منفی 6 به 2 میشه منفی 3. میدونید اگر به عدد منفی تقسیم میکردید جهت نابرابری عوض میشد. فعلا چنین چیزی نداریم، فعلا همینطور عادی. عددهای بزرگتر یا مساوی منفی 3، خب x رو بدید منفی 3، من یه جدول براش رسم کنم، x بالا x میدم پایین y رو به دست میارم، x y x رو اول میدم 0، x رو ببخشید میدم منفی 3، دو تا منفی 3، دو تا x این دو تا منفی 3 میشه منفی 6 به اضافه 6 میشه 0، رادیکال 0 هم که میشه 0. بعد x رو بدید منفی x رو بدید منفی 2.5. حالا چرا 2.5؟ دو تا منفی 2.5 میشه منفی 5 به اضافه 6، منفی 5 و 6 میشه 1. حالا این زیر رادیکال باشه، رادیکال 1 میشه چی؟ 1. x رو بدید منفی مثلا 1، حالا باز چرا منفی 1 هم الان میفهمید، x رو بدید منفی 1. چرا منفی 1؟
دو تا منفی یک دارم به جای ایکس جایگذاری میکنم و زیر رادیکال، دو تا منفی یک به اضافه 6 این میشه منفی 2 با 6 میشه رادیکال 4 که میشه چند. پس اگر ایکس منفی 1 باشه این میشه چند؟ این میشه 2. خب دیگه ایکس رو بیاید بدید 3/2، بدید 1.5، ایکس رو بدید 1.5، ایکس رو بدید 1.5، دو تا 1.5 میشه 3، دو تا 1.5 میشه 3، 3 تا و 6 تا میشه 9 تا، میشه رادیکال 9، رادیکال 9 میشه چند؟ 3. پس من اومدم نقطه دهی کردم با توجه به چیزی که خود کتاب گفته بود و این مقادیر رو به دست آوردم. اگر x رو بدم منفی 3 y میشه 0 اینجا میشه، x رو بدم منفی 2.5 y میشه 1 میاد اینجا، x رو بدم منفی 1 این میشه 2 اینجاست، x رو بدم 1.5 این میشه 3 اینجاست و الاخر. حالا x رو چند بدم که 4 بشه؟ x رو بدم 5، 2 5 تا 10 تا و 6 تا میشه 16. خب 5 اینجا نیست، همینا کافیه. پس ببینید که معلومه رو خط صاف قرار نگرفتن، یک منحنیه، منحنی به این صورت، یه منحنی به این صورت براش رسم کنم. حالا من خیلی دقیق چون دارم دستی رسم میکنم خیلی ممکنه دقیق نشه، به این صورت میشه تقریبا. خب پس به این صورت شد، دامنش که مشخص شد، دامنش دامنی F میشه از منفی 3 تا مثبت بی نهایت. بردش هم اگه نگاه کنه از 0 تا، بردش هم هست از 0 تا مثبت بی نهایت. گفتیم اینایی که زیر رادیکال به این صورت هم همشون بردشون میشه از 0 تا مثبت بی نهایت به شکل خطی هم. اما حالا قسمت B میگه نمودار، حالا این رو با کمک انتقال رسم کنید. خب نگاه کن، منهای 2 شده، گفتیم این رو این مثبت منهای 2، دو تا میاد پایین، پس همین نمودار رو از 2 تا پایین تر، یعنی منفی 3 رو این نقطه منفی 3 و 0 رو دو تا میاریم پایین میاد اینجا، این نقطه منفی 1.5 و 1 رو میاریم اینجا، نقطه منفی 1 و 2 رو میاریم اینجا، دو تا اومد پایین، دو بود دو منهای دو میشه صفر، درسته؟ بعدی میاد اینجا قرار میگیره توی یک و نیم و به این صورت. من گفتم اون قبلی یه ایرادی داشت، قبلی میدونین ایرادش چی بود؟ یک و نیم بود، من اینجا اومدم نیم گذاشتم، پس بذارید در اینجا اومدم هاست هم نبود، به جای یک و نیم اومدم نیم گذاشتم که نمودار کمی بد فرم شد، درستش به این صورت هست. پس خیلی دقیق نیست دیگه و این به همین صورت میره بالا. پس تا قطعه این منفی این 1.5 و 3 بود، من اومدم حواسم نبود به جای 1.5 رو نیم گذاشتم. حالا این یکی همینا رو 3 تا 2 تا آوردیم پایین، پس این به این صورت رسم میشه. الان حالا این که من یه دونه رو جابجا کردم زیاد مهم نیست، اون چیزی که مهمه اینجاست. حالا بچه ها میخوام برای این یکی برد بنویسم، دامنه، دامنه که تغییر نمی کنه. الان این جی ایکس دامنه جی همون دامنه افه، چون نگاه کنید مقادیر ایکس رو عوض نکرد، یعنی دامنه اینا رو جابجا نکرد، نمودار رو در راستا افقی جابجا نکرد، اصلا معلوم هم هست منفی 2 اصلا کاری با این ایکس ها نداره. منفی 2 اومده به چی اضافه شده؟ اومده به وای، مقدار این مقدار وایتون بود اینجا، درست یا نه؟ منهای 2 شده، پس این دو تا اومد پایین، یعنی مقادیر چی رو عوض کرده؟ مقادیر برد رو عوض کرده. دامنه این که میشه از همون منفی 3 تا مثبت بی نهایت، اما بردش، برد جی میشه چی؟ ببین دو تا اومد پایین، از منفی 2 میره تا مثبت بی نهایت. پس یه تابع به این فرم که زیرش خطیه، اگر یه عددی بهش اضافه بشه
به اندازه برد میشه از همون عدد تا مثبت بی‌نهایت. یه تابعی مثل این بردش میشه از همین عددی که اینجاست تا مثبت بی‌نهایت، به شرطی که میگم زیر این به شکل AX به علاوه B باشه. همیشه یه چیزی که میگم درست نیست، بعضی وقتها شرایط کاملا متفاوت خواهد شد. حالا میبینی جلوتر اگر زیر رادیکال درجه 2 یا درجه 3 اینا باشه کاملا شرایط متفاوت خواهد شد. خب بریم ادامه فعالیت. میگه تابع 7 رادیکال x به علاوه 50 قد متوسط کودکان را به تقریب و بر حسب سانتی متر تا 60 ماهگی نشان میدهد. x نشان دهنده ماهای پس از تولد است. در حالت کلی دامنه این تابع رادیکالی بازه 0 و مثبت بی‌نهایت. تابلو دیگه زیر رادیکال فقط میتونه 0 و مثبت بی‌نهایت باشه. ولی در این مثال که واقعی است دامنه آن بازه 0 تا 60 میباشد. چرا؟ چون ما گفتیم این دامنه تابع رادیکالی که میدونید از 0 تا مثبت بی‌نهایت. اما اینجا گفته چی؟ گفته تا 60 ماهگی و بیشتر نمیخوام، یعنی بعد از این دیگه برام هم مهم نیست. پس دامنش میشه از 0 تا 60. همون 0 هم در حالت عادی معمولا به وجود اصلا نمیاد، البته نه چون تا 60 ماه این ماهه. چرا؟ این از 0 تا 60 ماهگی، این درسته؟ من یه لحظه براغت، براغت هم نگاه کن قدش هیچ وقت 0 نیست، یعنی با توجه به چیزی که ما میبینیم قد هیچ وقت 0 نیست. و اینکه پس اینجا دامنه رو خودمون اومدیم گفتیم آقا این تا اینجا بیشتر جواب نمیده، بعد این دیگه این برا ما جواب نمیده. بریم صفحه 48 قسمت الف. میگه جدول زیر را کامل کنید. در همین صفحه با استفاده از این جدول نمودار تقریبی اف را رسم کردیم. x رو بدید 0، این 0 باشه این میشه 50. x رو بدید 1، 7 1 7 و 50 تا میشه 57. x رو بدید 4، رادیکال 4 میشه 2، 7 تا 14 تا 50 تا میشه 64 تا. x رو بدید 10، رادیکال 10 میشه 3 و 1 دهم تقریبا، 7 تا 3 و 1 دهم هم میشه 21 و 7 دهم تقریبا. حالا اینجا البته اومده دقیق حساب کرده، گفته میشه 72 و 1 دهم. نگاه کن اگه من بیام محاسبه کنم الان رادیکال x یعنی رادیکال 10 ضرب در 7 میشه اینقدر، میشه 22 خوردی به علاوه 50 میشه 72 و 13 و فلان، بقیش حذف کرد گفته میشه 72 و 1. حالا اگر 16 بدید رادیکال 16 میشه 4، 7 تا 14، 7 تا 4 تا میشه 28 تا با 50 تا، 28 و 50 میشه 78. 5 بدی 25، رادیکال 25 5 5 7 35، 35 و 50 میشه 85. 30 بدی میشه 88 و 3 36 بدی میشه 92. 49 بدی رادیکال 49 میشه 7، 7 7 تا 49 تا، 49 تا و 50 تا میشه 99 تا. 60 بدی رادیکال 60 میشه چی؟ بذار به دست بیارم. رادیکال 60 میشه این ضرب در چی؟ ضرب در 7 میشه این عدد به اضافه چند؟ به اضافه 50. حاصلش 104 و 2 دهم. میبینید 104 و 2 دهم، یعنی توی 60 ماه، یعنی توی 5 سال قد بچه از حدود 50 سانتی متر به 104 سانتی متر دو برابر میرسه. میگه برد تابع چیست؟ ببین حواستون باشه، من داشتم همینو میگفتم اونجا قسمت قبلی یه لحظه به اشتباه افتادم. برد تابع از 50 به بعد هست. چرا؟ چون اگر x رو بدید کمترین مقدار، این که 0 زیر 0 که نمیتونه باشه، کمترین مقدار یعنی 0 رو بگیریم میشه 50. پس کمترین مقدار این چیه؟ 0 هست. بردش میشه نگاه کن الان از 50 تا چی؟ برد مقادیر f x هم دیگه، از 50 تا 104 و 2 دهم میشه از 50 تا 104 و 2 دهم.
حالا اگر که این تابع رو محدود نمی کردیم، مثلا می گفتیم از 50 تا بی‌نهایت، ولی اینجا چون تا 60 محدود کردیم دامنه رو، برد هم محدود شده. قد یک کودک 4 ساله تقریبا چقدر است؟ 4 سال میشه 48 ماه. 48 ماه هم تقریبا این 99 سانتی متر. 99 سانتی. 4 سال یعنی چی؟ 48 ماه. 4 تا 12 تا 48. با استفاده از ضابطه تابع یا نمودار آن مشخص کنید کودکی با قد 75 سانتی متر حدوداً چند ماه است. ببینید 75 سانتی متر، دقت کنید دیگه این جزء بازه ما نیست، این دیگه خیلی دقیق نیست، یعنی عددا ممکنه خیلی متفاوت بشن، ولی خب ما تقریبی میذاریم 75 و مساویه با همون مقدار تابع، یعنی باید به جای اف ایکس بذاریم 75 میشه 7 رادیکال ایکس به علاوه 50. 7 رادیکال ایکس به علاوه 50. خب از اینجا میگیم 7 رادیکال ایکس 50 که بره اونور، البته نه من اشتباه کردم، 75 ای من دارم این قدر رو با ماه جا به جا میکنم، این 75 سانتی متر مشکلی نداره، کاملا براش طبق این نمودار درست هست. 50 رو میبریم اونور میشه 75 منهای 50 که میشه چقدر؟ میشه 25 و 7 رادیکال ایکس شده چی؟ 25 رادیکال ایکس میشه 25 هفتم. حالا اگر بیایم به توان 2 برسونیم ایکس میشه چی؟ 225 49. 225 49 چی میشه؟ میشه 4 و 5 تقریبا 4 و 6 دهم. اگر بیاید رو نمودار، چون گفته از نمودار اصلا معلومه که قدر رو خواسته، ماه رو نخواسته، قدر رو ببخشید میگم داده، ماه رو خواسته، قدش 75 75 ببین وسط 150 این هول و هوش میشه، مثلا کجا بود؟ البته این 25 به تمام میشه 625، خیلی اشتباه عددی دارم اینجا، 625 49. بیاید با ماشین حساب حساب کنیم 625 49 میشه چی؟ میشه 12.75 صدام، میشه 12 پس این درستش 12.75 صدام، 12.75 صدام این هول و هوش میشه، مثلا این هول و هوش، مثلا فکر کنم این نقطه هم منظورش بود، البته اینجا نیست، 75 صدام وسط این هست. ما نمودار خیلی دقیق نمیشه به اینا پرداخت، بچه نگاه کن من تلاشم هم کردم، مثلا خیلی دقیق نمیشه واقعیتش به اینا پرداخت، همون تقریبا میشه به این صورت میشه دیگه، تقریبا این 75 سانتی متر 50 60 70 80 90 100 این هولوش دیگه، 75 باید اینجا باشه. میگم نمودار خیلی برای ما دقیق نیست، نگاه کنید وصل کنید این، چون نمودار رو تقریبی کشیدیم ما، میشه 12 و خورده ای. حالا نمودار برای چنین چیزای خوب جواب نمیده، یه اولوش به تو میده میگه 10 و خورده ایه، ولی دیگه از 10 یکم بزرگتر، حالا 11 12 چنده، ولی خب با محاسبه یکم بهتر به دست میاد، ولی خب نمودار خوبیش اینه سرعت کار خیلی بالا، یعنی اگر که دقت زیاد براتون مهم نیست خیلی راحت میتونین رو ازش استفاده کنید. مطلب بعدی معادلات و توابع هستند. معادلاتی که دارای دو متغیر مانند x و y هستند یک رابطه را نشان میدهند. مثلا معادله x به علاوه y مساوی 2 شامل همه زوجهای مرتبی است که مجموع مؤلفه‌های آنها برابر 2 است. نمودار این معادله یک خط است. این معادله را به صورت y مساوی منفی x به علاوه 2
یا fx مساوی منفی x به علاوه 2 نیز نمایش میدن. بسیاری از توابع با یک معادله بیان میشوند. حواستون باشه. بسیاری از توابع با یک معادله بیان میشوند، اما الزاماً یک معادله با دو متغیر بر حسب x و y یک تابع را مشخص نمی کند. حواستون باشه، خیلی بچه اینطوری گیر می افتن. حواستون باشه هر چیزی که بر حسب x و y بود یک تابع نیست. بعضی جاها فرق می کنه. مثال رو نگاه کنیم. الف در معادله منفی x دو به علاوه y مساوی 4، در واقع اینو باید اینطور نگفت، معادله منفی x دو به علاوه y مساوی 4 میگه در این معادله y را بر حسب x به دست آورید. آیا y تابعی از x است؟ y را بر حسب x به دست بیاریم یعنی این که میگه داریم این x دو رو ببرید اونور مثبت میشه، y میشه x دو به علاوه 4. این معادله یک سهمی را مشخص میکند که همان تابع fx مساوی x دو به علاوه 4. y رو بر حسب x به دست آوردیم، دیدیم که میشه x2 به علاوه 4. اینو قبلا هم زیاد داشتیم. قسمت B میگه حالا این حل اینو داشته باش. آیا در معادله x منهای y دو مساوی 4 y تابعی از x؟ نگاه کنید. y رو بیایید بر حسب x به دست بیاریم. y را بر حسب x به دست آوریم، داریم x رو میبرید اونور منفی میشه، یا میتونید بگید y2 رو میبرید اونور مثبت 4 میارید اینور. y به توان 2 میشه چی؟ y بر اونور y به توان 2 مثبت میشه، 4 میاد اینور منفی میشه x منهای 4. y به توان 2 میشه x منهای 4. حالا اگر که چه عددهایی به توان 2 میشن x منهای 4، یا مثبت y یا منفی y، که میتونید به این صورت بنویسید. شما ریشه گیری از دو طرف اگر ریشه بگیرید، اگه یادتون باشه برای حل معادلات از دو طرف ریشه میگرفتید، این میشد مثبت منفی رادیکال x منهای 4، همین چیزی که اینجا کتاب براتون نوشته. پس حالا میگه اگر y را بر حسب x به دست آوریم، داریم y مساوی مثبت منفی رادیکال x منهای 4 به ازای x مساوی 5، داریم x رو بدید 5، 5 منهای 1 منهای 4 میشه 1، میشه مثبت منفی رادیکال 1 که میشه مثبت منفی 1. یعنی نقاط 5 و منفی 1 و 5 و 1 روی نمودار معادله قرار دارن، بنابراین معادله یک تابع را نمایش نمیدن. ببینید گفتیم هیچ وقت مؤلفه های اول یکسان مؤلفه های دوم متفاوت ندارن. یعنی اینطور بگم به ازای یه دونه x دوتا y به دست نمیاد. به ازای دوتا x یه y به دست بیاد مشکلی نیست. مثلا شما توی این بالایی x رو بدید 1، x بشه 1، y میشه چی؟ 5. x بشه منفی 1، باز منفی 1 به توان 2 میشه 1، به علاوه 4 باز y میشه 5. یعنی به ازای دوتا x متفاوت یه y به دست اومد. اما اینجا دوتا به ازای یه ایکس دوتا وای به دست نمیاد، برعکسش صحیح نیست. یه ایکس بدی دوتا وای، این قابل قبول نیست. روی نمودار اگه بخوام نشونتون بدم، اگر فرض کنید که من نمودار رو به این صورت رسم کرده باشم، یه نمودار مثلا داریم به این صورت، ببینید الان نمودار، ببینید نمودار، این نمودار یه تابعه، نمودار یه تابع، ولی این نمودار تابع نیست. چرا؟ اگه خط موازی محور وای ها رسم کنید، الان نگاه کنید یه ایکس هست اینجا که دو تا وای داره، میبینید یه وای اینجا داره یه وای هم اینجا، پس این نمودار یک تابع نیست. حواستون باشه. خب بریم پایین. کدام یکی از کار در کلاس صفحه 49 میگه کدام یکی از معادلات زیر یک تابع را مشخص میکند؟ دلیل بیاورید. این یه تابع را مشخص میکنه، این تابع را مشخص نمیکنه. یاد بگیرید هر وقت وای توان 2 گرفت، هر وقت وای توان 2 گرفت، وای رفت زیر، رفت توی قدر مطلق. خب و این که چی؟ یه نکته خیلی مهم. و این که شما
دامنه رو محدود نکرده باشید. هر وقت وای تواندو گرفت یا رفت توی قدر مطلق و دامنه محدود نشده بود، اون دیگه تابع نیست. در حالت عادی معمولا اینا هیچ وقت تابع نمیشن. وقتی توی وای تواندو میگیره و وای توی قدر مطلق قرار میگیره. حالا اینجا گفته دلیل بیاورید. خیلی خوب، این ببینید، ما بیایم طبق تعریف قدر مطلق بریم جلو. میگیم وای دو حالت داره، برای ایکس های بزرگتر از صفر، بزرگتر یا مساوی صفر، این مثبته، میشه ایکس به علاوه یک، قدر مطلق از بین میره. برای ایکس های کوچکتر از صفر داخل قدر مطلق باید قرینه بشه که این مثبت بشه. مثلا اگه منفی یک باشه، منفی یک رو شما قرینه میکنید میشه مثبت یک، پس داخل قدر مطلق باید قرینه بشه، یعنی میشه منفی x به علاوه 1. هر عدد کوچکتر از صفر که بدید، عدد داخل چیزی که داخل قدر مطلق قرینه میشه که مثبت بشه به علاوه. خب این از این مشکلی نداره. به ازای y توی جای مختلف تو جای مختلف با هم فرق خواهد کرد. اما این یکی، اینجا چی؟ اینجا x میشه چی؟ دقیقا همین رو برای y می‌نویسیم. برای وای بزرگتر از صفر، بزرگتر مساوی صفر، این میشه وای به علاوه یک. برای وای کوچکتر از صفر، این میشه منفی وای به علاوه یک. اگه بیایم مرتب کنیم بر حسب وای، در واقع دو حالت داریم، یا وای میشه ایکس منهای یک برای ایکس ها، برای وای های بزرگتر مساوی صفر، و یا وای میشه منفی ایکس به علاوه یک برای وای های کوچکتر صفر. اگه من اینو بیام روی ایکس بخوام برای ایکس بگم، خب این دوتا رو برای ایکس بیام مشخص کنم، خب وای میشه منفی ایکس به علاوه یک. اینجا نگاه کن، منفی ایکس به علاوه یک کوچکتر صفر باشه، اینجا ایکس منهای یک بزرگتر صفر باشه، یک بزرگتر مساوی صفر. نگاه کن، به جا وای مقدار مساویش رو قرار دادم. مگه وای نمیشه ایکس منهای یک؟ به جا وای گذاشتم این وای بزرگتر مساوی صفر، گذاشتم ایکس منهای یک بزرگتر مساوی صفر، اینجا ایکس میشه بزرگتر مساوی یک. اینو داشته باش. و اینجا منفی ایکس به علاوه یک، من اینجا ایکس رو ببرم اونور چی میشه؟ خیلی جالبه، ایکس رو ببرید اونور میشه ایکس بزرگتر از یک. جا به جاش کنید، برعکسش کنید، میشه ایکس بزرگتر از یک. یعنی چی؟ یعنی شما برای وای های مثبت و برای وای های منفی مقادیر ایکس تون همیشه چیه؟ مثبته. یعنی خیلی از ایکس ها الان نشون بدیم، مثلا بیاید ایکس رو بدید یک، ایکس رو بدید یک، وای میشه صفر، البته یک نه دو بدید، ایکس رو بدید دو، دو وای میشه یک، ایکس رو بدید یه عدد دیگه ای، پس اگر x دو باشه y میشه یک. دوباره x رو بدید دو، دو میتونه تو اینم قرار بگیره دیگه، تو پایینی هم میتونه قرار بگیره، y میشه منفی دو به علاوه یک میشه منفی یک. در واقع اینطور بهتون بگم، ببین x هاتون، x ها، من اینا رو پاک کنم که خیلی شلوغ نشه، اینو داشته باشید، x باید بزرگتر مساوی یک. اینجا هم نتیجه گرفتم که x باید بزرگتر از یک باشه. خب اینا رو در نظر بگیرید، یعنی در حالت کلی ایکس ها بزرگتر مساوی یکن. ولی خب نکتهش اینه که اینا از دو تا معادله بر حسب وای به دست اومده. یعنی چی؟ یعنی ببین یه ایکس شما بدید، ایکس رو بدید مثلا دو، ایکس حتما باید بزرگتر مساوی یک باشه. دو بدید، اگر دو بدید برای x مساوی 2، از این اولی یه y به دست میاد، از این دومی هم یه y دیگه به دست میاد. پس ببینید، مثلا بیاید x رو یه چیز دیگه بدید، x رو بدید 5. ببینید x رو بدید 5 هم برای معادله اولی درسته، هم تو اولی قرار میگیره، هم تو دومی. یعنی چی؟ یعنی از اولی یه مقدار برای y به دست میاد، وای میشه 5 منهای 1 میشه 4، از پایینی میشه منفی 5 به اضافه 1،
چون ایکس اینجا هم بزرگتریه که دیگه، پنج الان بزرگتری یک نیست، تو این قرار میگیره، پنج بزرگتر مساوی یک هم تو بالای این قرار میگیره. پس برای پایینی هم وای میشه منفی 4، منفی 5 به علاوه 1 میشه منفی 4. پس این تابع نیست، چون به ازای هر ایکسی، هر ایکسی برید به جز صفر، به ازای صفر میشه صفر، ولی برای هر ایکسی بزرگتر از 1، خود 1 نه، برای 1، 1 منهای 1 در هر دوتا میشه صفر، ولی برای هر ایکسی بزرگتر از 1 این دو تا جواب بهتون، دو تا وای بهتون میده که این دیگه تابع نیست. گفتیم هیچ توی تابع هیچ ایکسی وجود نداره که دو تا وای وجود داشته باشه. اینجا برای ایکس های بزرگتر از یک اتفاقا هر ایکسی دو تا وای داره، پس اشکالش اینه. پس اینو دقت کنید، میگیم چون برای ایکس بزرگتر از ایکس های بزرگتر از یک به ازای هر ایکس دو تا وای حاصل میشود. بچه ها دقت کنید، من اینو توضیح دادم، خواستم کاملا علمی بهتون بگم ها، وگرنه شما همین یه دونه مثال هم بزنید برای ردی موضوع، یه دونه مثال هم کافیه برای اینکه بگید یه چیزی تابع نیست، یه مثال بیارید که توی اون صدق نکنه دیگه تابع نیست. حواستون به این موضوع باشه. اما بعدی تابع پله‌ای یا تابع جزء صحیح، بچه ها از اون مطالب کنکوری خیلی پرسوال. هزینه ارسال بسته‌های پستی به طور معمول تابعی از وزن آنهاست. هزینه توقف خودرو در یک توقفگاه یا پارکینگ نیز تابعی از زمان توقف است. در فعالیت زیر با نمونه‌ای از این توابع آشنا می‌شویم. فعالیت: هزینه ارسال یک بسته پستی به مقصدی معین در جدول زیر داده شده است. اینجا x وزن بسته بر حسب کیلوگرم، fx هزینه ارسال بر حسب 1000 تومان. اگر وزن بسته بین 0 تا از 0 تا مثبت 2 باشه هزینه‌اش 5000 تومان، اگر از 2 تا 5 باشه هزینه‌اش 10000 تومانه، اگر از 5 تا خود 10، نگاه کن مساویه، یعنی تا خود 10 باشه، یعنی بزرگتر از 5 تا خود 10 باشه 17000 تومان، اگر بزرگتر از 10 تا خود 12 باشه هزینه‌اش میشه 20000. میگه اگر حد اکثر وزن بسته های ارسالی 12 کیلوگرم باشد، الف، ضابطه تابعی را که جدول فوق نشان میدهد بنویسید و دامنه و برد آن را به دست آورید. خب اولا دامنش ببینید از 0 تا 12، یعنی هر وزنی میتونه بین 0 تا 12 داشته باشه، پس دامنه F میشه چی؟ میشه از 0، 0 البته بسته نیست، بازه، خود 0 نمیتونه باشه، شما یه چیزی ندارید که وزنش 0 باشه، از 0 تا 12، ولی خود 12 میتونه باشه. و حالا بردش هم مشخص میکنیم، بردش هم الان بهتون میگم، برد مقادیر برد فقط اینان، پس بردش فقط میشه 5 و 10 و 17 و 20. میگه ضابطه تابعی که در جدول فوق نشان میدهد و بنویسید، ضابطهش هم خواسته. خب ببین، برای بین 0 تا 2 میشه 5، از 2 تا خود 5 مقدارش میشه 10000 تومان، از خود از 5 بزرگتر از 5 تا خود 10 میشه 17000 تومان، بزرگتر از 10 تا خود 12 میشه 20000 تومان. میگه خب اینو من الان نشون دادم، پس دامنه برد و ضابطه رو نشون دادم. میگه برای ارسال دو بسته به وزنهای 9 کیلوگرم و 115 کیلوگرم چه هزینه‌ای باید پرداخت کرد؟ یعنی ببین F9 رو تو بیار با F11 و نیم، فکر کنم گفتم 115، خب اینا رو با هم جمع کن. F9، 9 بین 5 تا 10، از بزرگتر 5 و کوچکتر مساوی 10 میشه 17 به اضافه 11 و نیم، بزرگتر از 10 کوچکتر مساوی 12 که میشه 20، بعد چقدر به پردازه؟ 37000 تومان. پس 37000 تومان. قسمت پ میگه قسمتی از نمودار این تابع در شکل روبرو رسم شده است، بقیه نمودار را رسم کنید. بچه ها اومده ببینید
از صفر تا دو رو رسم کرده، توی صفر تو خالیه، توی دو تو پره. از دو تا پنج رو رسم نکرده، از دو تا پنج میشه 10,000 تومان. اینجا میشه توی 10 تو خالیه، توی دو ببخشید. چرا؟ چون اینجا بزرگتر از دو، خود دو مساوی نداره، اما توی 5 تو پره و کلن مقدارش اینجا ثابت 10. درسته؟ پس این به این صورت میشه. بعدش از 5 تا 10 خودش اومده نشون داده کتاب، و برای از 10 تا 10 بزرگتر 10 کوچکتر مساوی 12 هم 20ه، یعنی مقدار 20. نگاه کنید روی 10 این تو خالیه چون اینجا بزرگتر مساوی نیست، ولی روی 12 تو پره. این هم میایید به هم وصل میکنید. این ثابت دیگه، هزینش هم از 10 کیلو تا 12 کیلو، بزرگتر 10 تا 12 هزینش 20,000 تومان. ببینید بچه اگه نگاه کنید مثل پله میمونه، نگاه کن پله پله میره بالا، به همین خاطر بهش میگن تابع پله‌ای. توابعی مانند تابع فوق را که بتوان دامنی آنها را به تعدادی بازه تقسیم کرد، دقت کن، به گونه ای که تابع روی هر کدام از این بازه ها ثابت باشد. ببین چند تا بازن که تابع رو هر کدوم ثابت، به اینو چی میگیم؟ اینو تابع پله‌ای مینامند. بریم ادامه. صفحه 50. چقدر زیاده این درس. سال اول، توقفگاه یا پارکینگ یک مجتمع تفریحی ورزشی برای 4 ساعت اول توقف یک خودرو 3,000 تومان، برای هر 2 ساعت اضافه یا زمانی کمتر از آن 1,000 تومان دریافت می کند. اگر حد اکثر مدت توقف در این توقفگاه 10 ساعت باشد، نمودار تابعی که هزینه توقف را به ازای همه ساعات ممکن نشان می دهد رسم کنید. دامن و برد تابع را نیز مشخص کنید. ببینید اینجا x برای x های بزرگتر از 0 کوچکتر مساوی 4 3. چرا؟ گفته برای تا 4 ساعت، برای 4 ساعت اول، یعنی بزرگتر از 0 تا خود 4 هزینه 3,000 تومان، اما از بزرگتر از 4 تا خود 10، چون گفته حد اکثر 10 ساعت میتونه اینجا باشه، از خود 4 تا 10 این چی میشه؟ برای هر 2 ساعت اضافه 1,000 تومان اضافه میکنه. یعنی در واقع میشه گفت که برای مثلا 2 ساعت برم جلو بهتر هست، چون شما هنوز اون چیزی که باید بخونید رو نخونید، حالا جلوتر میبینیدش. پس اینجا من اینطور بگم، از خود 4 تا 6 این 1,000 تومان اضافه میشه، میشه 4,000 تومان. از بزرگتر از 6 تا خود 8 این 5,000 تومان، و بزرگتر از 8 تا خود 10 این میشه 6,000 تومان. پس من میام اینو رسم میکنم، برای ایکس های از 0 تا 4 3,000 تومان میگیره. توی 0 این مساوی نداره، پس توی 0 تو خالیه، ولی توی 4 تو پره، چون توی ساعت 4 من باید 3,000 تومان بده. پس من اینو رسم میکنم. بعدی از 4 تا 6 این چقدر میشه؟ 4,000 تومان. توی 4 مساوی نداره، پس ببین توی 4 اینو هزینش میشه 4,000 تومان تو خالیه، و توی 6 هزینش میشه 4,000 تومان تو پر. دقت کنید من یه نکته رو حالا اینجا بگم، اگر همینجا الان بیان یهوی ازتون سوال کنن خب یه ماشینی رفت 4 ساعت مون چقدر باید بده؟ خب 4 کجا مساوی داره؟ اینجا مساوی داره، پس اگه ماشین 4 ساعت مون باید 3,000 تومان بده. ممکنه یکی بگه آقا پنجا چی؟ این هم که هست، 4 رو برای اینم این تو خالیه. من دارم میگم 4 ساعت این نیست، این پایینی که تو پره درسته براش، پس حواستون به این نکته هم باشه. بعد برای از 6 ساعت تا 8 ساعت بزرگتر از 6 و تا خود 8 ساعت میشه 5,000 تومان. توی 6 مساوی نداره، پس تو خالیه، توی 8 مساوی داره تو پره. اینو با هم چیکار میکنم؟ وصل میکنم.
بعدی از 8 تا 10 توی خود 8 مساوی نداره ولی توی 10 مساوی داره. پس این را هم میام به این صورت رسم میکنم. سوال 2، نمودار پله زیر را رسم کنید. حالا دیگه رسمن، حالا اونجا با مثال گفت، اینجا دیگه گفت رسمن پله. از منفی 3 تا منفی 2 میشه 2. از منفی 3 تا منفی 2 مقدارش میشه 2. مقدار 2، نگاه کن تو منفی 3 توپره، توی منفی 2 هم توپره، همش هم چند مقدارش؟ مقدارش 2 هست. پس به این صورت توی منفی 2 تا 0، توی منفی 2 این الان تو خالیه، توی 0 توپره، ولی مقدارش میشه منفی 1. اینجا میشه این تو خالیه، این توپر هست. پس به این صورت باز میام اینا رو به هم وصل میکنم. بعدی حالا از 0 تا 4، توی 0 تو خالیه، تو 4 توپره، مقدار میشه 4. از 0 توی 0 تو خالی، توی 4 میشه 4 توپره. به این صورت اینا هم به هم وصل میکنم. حالا بعدی بزرگتر 4 کوچکتر 5، نگاه کن نه توی 4 نه توی 5 هیچ کدوم مساوی نداره، پس دوتا تو خالی هست، پس این مقدارش میشه 0. پس توی 4 من تو خالی میذارم روی 0 و توی 5 هم تو خالی میذارم روی 0. نگاه کنید 0 وایش، وای 0 یعنی رو محور x و اینجا دوتا تو خالی هم، پس به این صورت میشه. میگه گونه خاصی، حالا اینا توابع پله‌ای بودن. خب ببینید پله پله است، یعنی هر مقداری ثابت هست. گونه خاصی از توابع پله‌ای که دارای کاربردهای زیادی نیز هست، تابع جزء صحیح نام دارد. ابتدا اول بگیم جزء صحیح چیه، بعد بگیم تابعشه. ابتدا با جزء صحیح یک عدد آشنا میشیم. اینو خوب یاد بگیرید، خیلی مهمه. برای هر عدد حقیقی x، دقت کن، برای تمام عددهای حقیقی تعریف شده هست. یعنی دامنش چیه؟ حالا اگه وقتی رسیدیم به تابع، دامنش میشه R، چون برای همه عددهای حقیقی. جزء صحیح آن بزرگترین عدد صحیحی است که از x بیشتر نباشد. یعنی بزرگترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی با x، ببخشید کوچکتر یا مساوی با x. جزء صحیح x رو با این نماد، این نماد قلاب میذارن دو طرفش، نشان میدهیم. به طور مثال منفی 2 و 8 دهم، خوب نگاه کنید، منفی 2 و 8 دهم عدد صحیحی که از این بزرگتر نیست. خب این بین منفی 2، از منفی 2 کوچکتر، از منفی 3 بزرگتر، درست؟ رو محور منفی 2 اینجاست، منفی 3 اینجاست، منفی 2 و 8 دهم اینجاست. خب کدوم یکی از اینها، کدوم یکی از اینا هست که از منفی 2 و 8 دهم بزرگتر نیست؟ خب منفی 3. پس این میشه جزء صحیحش، میشه بزرگترین عدد صحیح. که ببینید عددهای زیادی هست که از این بزرگتر نیست، عددهای صحیح. منفی 4 هم از این بزرگتر نیست، منفی 5 هم از این بزرگتر نیست، اما بزرگترین عدد صحیح که از این بزرگترین اینا چند؟ منفی 3، که از منفی 2 و 8 دهم بزرگتر نباشه. در واقع گفتم کوچکتر یا مساوی با 3.49 صدم. این ور مثلا من اینو ادامه بدم، اینجا 3 باشه، اینجا 4 باشه، 3.49 صدم اینجا میشه. خب عدد صحیحی که از این بزرگتر نیست، 3 2 1، بزرگترینشون 3. پس اینو حواستون به این تعریفی که اینجا بهتون داده و مثالهایی که براتون زده باشه، حالا اینجا ساده تر هم میشه کرد بعدا، پس اینو دقت کنید. بزرگترین عدد صحیح است که از x بیشتر نباشد. جزء صحیح رو با این نماد نشون میدیم. مطابق با تعریف جزء صحیح، جزء صحیح یک عدد همواره جزء صحیح x کوچکتر مساوی x. چرا؟ گفته بزرگترین عدد صحیح است که از x بیشتر نباشد. خب جزء صحیح مگه نگفتیم یه عدد صحیح میشه؟ از خود عدده، از خود x باید بزرگتر نباشه، یعنی کوچکتر یا مساوی. وقتی میگه بزرگتر نباشه یعنی یا کوچکتر ازش یا باش مساویه. بزرگترین عددی که یا با x مساویه یا ازش کوچکتره، بزرگترین عدد صحیح. اگر x 1،
اینجا هی داره الان جلوتر کتابش ساده تر میکنه براتون. پس این نکات رو همه رو در نظر بگیرید، من هی علامت میزنم. اگر x یک عدد صحیح باشد، جزء صحیح x میشه x. چرا؟ چون گفتیم بزرگترین عدد صحیح که از x کوچکتر نباشه، یعنی میتونه با خودش مساوی باشه. مثلا جزء صحیح منفی 2. خب منفی 2 بزرگترین عدد صحیحی که ازش کوچکتر نیست خودش. چرا؟ چون منفی 2 که از خودش کوچکتر نیست، عدد صحیحی هم هست، بزرگترین عدد صحیحی ممکنی که از این بزرگتر نیست خودش. مثلا 3 میشه چی؟ خود 3. یاد بگیرید هر عدد صحیحی بود جزء صحیحش خودش. دیگه زیاد هم خودتون رو گیر تعریف نکنید. میگه جزء صحیح اعداد نشان داده روی محور را بیابید. منفی 4.5، ببین بین منفی 5 و منفی 4. از خود منفی 4.5 که گفتیم، ببین گفتیم جزء صحیح x کوچکتر مساوی x. از خود x یا کوچکتر یا مساوی. خب الان 4.5 صحیحه؟ نه. خب کوچکترش چند؟ منفی 5. تموم شد. 1/3 جزء صحیحش، ببین بین 0 و 1. الان خود 1/3 صحیحه؟ نه. خب گفتیم پس جزء صحیحش میشه یا کوچکتر یا مساوی خودش. عدد صحیح کوچکترش 0. رادیکال 3 بین 1 و 2، رادیکال 3 صحیحه؟ نه. خب میشه کوچکترش 1. 5/9 بین 5 و 6، خب آیا خودش صحیحه؟ نه. پس باید کوچکترش رو در نظر بگیری 5. پس ببینید دو حالت داره، یا صحیح، اگر صحیح بود میشه خودش، اگر عدد صحیح باشد، اگر عدد صحیح باشد جزء صحیحش میشه خودش، اگر صحیح نباشد اولین عدد صحیح قبل از آن. صحیح نیست اولین عدد صحیح قبلش 0، صحیح نیست اولین عدد صحیح قبلش 1، صحیح نیست اولین عدد صحیح قبلش منفی 5، صحیح نیست اولین عدد صحیح قبلش منفی. تابعی که، حالا اینجا تعریف تابع شد، تابعی که به هر عدد حقیقی x جزء صحیح آن را نسبت می دهد تابع جزء صحیح نامیده می شود و آن را به صورت fx مساوی جزء صحیح x نمایش می دهد. خیلی مهمه. دامنش رو اونجا بهتون گفتم، آره، بردش میشه z. چرا z؟ خب ما گفتیم تابع جزء خود جزء صحیح گفتیم چیکار میکنه؟ جزء صحیح بزرگترین عدد صحیح، یعنی فقط به شما عدد صحیح رو میده. پس بردش میشه آر، فقط نقادیر صحیح رو میتونه بگیره. نمودار تابع با توجه به جدول در بازی منفی 2 و 3 رسم شده است. خب نگاه کنید به جدول. برای عددهای بین منفی 1 تا منفی 2، بین عدد صحیح منفی 2 تا عدد صحیح منفی 1، خب گفتیم اینا همشون از منفی 1 کوچکترن، درسته؟ گفتیم عدد صحیحی که از خود عدد بیشتر نباشه، یعنی یا خود عدد یا کوچکتر اون. خب کوچکتر اون میشه منفی 2، اگه خود منفی 2 هم باشه میشه منفی 2. پس از منفی 2 تا منفی 1 وای میشه منفی 2، جزء صحیحش میشه منفی. بعدی ببین، از منفی 1 تا 0، توی منفی 1 میشه منفی 1 جزء صحیح، جزء صحیح داره میگیم. برای عددهایی که بین منفی 1 تا 0 هم باید عدد صحیح قبلشون یعنی منفی 1 رو در نظر بگیریم. برای 0 تا 1 جزء صحیح میشه خود 0. همیشه میشه عدد کوچیکه بین توی بین دو تا عدد صحیح. بین 1 و 2 میشه عدد کوچیکه، بین 2 و 3 میشه عدد کوچیکه 2، یعنی بزرگتر مساوی 2 کوچکتر از 3، یعنی از 2 تا کوچکتر از 3 میشه خود 2. پس این هم اومده نگاه کنید رسم کرده، برای این بازه شده منفی 2، برای بازی بعدی شده منفی 1، برای بازی بعدی 0، بازی بعدی 1، بازی بعدی وای 2 و الی آخر به همین صورت ادامه پیدا میکنه. کار در کلاس. نمودار تابع fx مساوی جزء صحیح 2x را در بازه منفی 1 و 2 رسم کنید، جدول و نمودار داده شده را کامل کنید. اون چیزی که توی کنکور شبیهش ممکنه بیاد این فرم سوالات هستن، حواستون باشه. حالا ممکنه یه عددی هم به این اضافه بشه یا کم بشه که اونا را هم
به موقعش انشاءالله میخونید. ببینید حالا کتاب اومده اینجا یه کار خوشگل کرده، اومده خودش راهنمایی کرده، میگه ببین در حالت عادی مگه ایکس های بین منفی یک تا دو رو ازتون نمیخواد؟ میگه بله. میگه آقا اگر عدد های بین منفی یک و دو رو ازتون بخواد، دو ایکس اینو دو برابر کنید، اینو کلن دو برابر کن، دو برابر منفی یک میشه منفی دو، دو برابر ایکس میشه دو ایکس، دو برابر دو هم میشه چهار. یعنی چی؟ یعنی این عملا مقادیر وایش میشه از منفی دو تا چهار. دو ایکس وقتی که ایکس هاتون بین منفی یک تا دو هن، دو برابر ایکس هاتون از منفی دو تا چهار هن. پس مقادیر وایتون میشن توی این بازه، یعنی الان بردتون در واقع میشه از منفی دو تا چهار، ولی عددهای صحیح از منفی دو تا چهار. حالا بهش میرسیم. اول اومده نگاه کنید اینجا بازه ها رو مشخص کرده. ببین دو ایکس اگه اینجا بین منفی یک تا دو نیست، دو ایکس رو شما باید توی بازه های این بذارید، دو ایکس بین منفی دو تا منفی یک باشه. چی میشه بچه ها؟ ببینید دو ایکس اومدید به این صورت گفتید، گفتید x اینجا باشه، 2x اینجا میشه. خب 2x اگر بین، ببین از منفی 2 تا 4 باید بره دیگه، تیکه تیکه، از منفی 2 تا 1 جزء صحیح 2x میشه کوچیک منفی 2. 2x بین منفی 1 تا 0 میشه چی؟ منفی 1 میشه کوچیکه. بعدی 2x باید بزرگتر میذاشت، کتاب خودش اینقدر جا گرفته من همین تیکه بنویسم، بزرگتر مساوی صفر کوچکتر از یک میشه خود صفر. دو ایکس بزرگتر مساوی یک کوچکتر از دو میشه یک. دو ایکس بزرگتر مساوی دو کوچکتر از سه میشه عدد کوچک جزء صحیحش رو بگیرید، اینجا جزء صحیح دو ایکس هم جزء صحیحش میشه کوچکه میشه دو. بعدی دو ایکس بزرگتر مساوی 3 کوچکتر از 4. گفتیم مقادیر وای هاش از 2 تا 4 هم، درست از منفی 2 تا 4 هم. میبینید منفی 2 منفی 1 0 1 2، اما اینجا خود 4 نیست. حالا میبینید، ببین اینا جزء صحیح 2x بین منفی 3 تا 4 میشه 3، میشه کوچیک دیگه. ولی یه نکته داره اینجا، مساوی با 4 هم دارید توی خود 4. 2x جزء صحیح 2x وقتی که در واقع من f 4 رو میگم جزء صحیح 2x میشه جزء صحیح 4، جزء صحیح عدد صحیح میشه خودش، میشه خود 4. بس این هم داشته باش، چون اینجا خود 4 رو در نظر نگرفتید ولی اینجا باید در نظرش میگرفتید چون مساوی داشت. حالا بچه ها شما اومدید بر حسب 2x مرتب کردید، دستتون در نکنید، اما ما دامنمون نگاه کن، دامنمون هست از منفی یک تا دو. یعنی حالا باید بگید که اینها که مقادیر وای ها رو شما اومدید بر حسبش به دست آوردید، اینها توی بازی منفی یک و دو چطور میشن؟ خب اینا شما بیایید تقسیم بر دو کنید میشه ایکس های بزرگتر مساوی منفی یک کوچکتر از منفی یک دو به دو تقسیم، دوباره منفی یک دوم تا صفر. بعدی تقسیم بر دو کنید، ببین یک دوم یک دوم میشه، میشه ایکس های بزرگتر مساوی صفر کوچکتر از یک دوم. بعدی ایکس های بزرگتر مساوی یک دوم کوچکتر از یک، یک به دو میشه یک دوم، دو به دو میشه یک، این هم که میشه خود ایکس. بعدی میشه ایکس های بزرگتر مساوی یک کوچکتر از سه دوم. بعدی میشه بزرگتر مساوی سه دوم کوچکتر از دو. حالا گفته اینا رو رسم کن، خیلی خوب، شما میاد همینطور به اندازه نصف نصف این پله پله میرید بالا، پله بعدی میشه از صفر تو پر، این ور تو خالی تا نصف، بعدی از اینجا تو پر تا این تو خالی، بعدی از اینجا ببخشید از اینجا تو پر تا این تو خالی، بعدی از اینجا تو پر تا این تو خالی. پس اومدید تیکه تیکه این رو به این صورت رسم کردید. روش دیگه هم هست،
حالا اینجا یه روشه، این روش خیلی طولانیه و یکم براتون مشکل ممکنه مشکل باشه. یه روش راحت تر هم هست که بیاید شما این خط رو رسم کنید. خب این خط رو y مساوی 2x اگر رسم کنید به این صورت میشه. خب هر جا به عدد صحیح رسیدید ببینید الان از اینجا تا اینجا به عدد صحیح شما اینو بیارید مستقیم پایین، اینو بیارید پایین، اینو اینجا با هم برخورد میکنن، محل برخورد اینو بیارید پایین، ببینید میشه از اینجا تا اینجا، اینجا به این صورت میشه. ببینید میگم این روش رو هم میشه انجام بدید، یعنی این چیزی که میگن خط رو رسم کنید و بعد تصویر کنید اون قسمت خط رو روی محور x ها هی تصویر کنید. خب پس این هم از این، پس یه بار دیگه بذارید اینو براتون میگم. ببینید گفته fx میشه 2x در بازی منفی 1 و 2، x هامون بین منفی 1 تا 2 هست، اما 2x هامون میشن کجا؟ 2x هامون میشن از منفی 2 تا 4. خب من باید این جزء صحیح 2x رو به دست بیارم، چون جزء صحیح 2x رو میخوام میام اینو یه واحد یه واحد میبرم جلو، چون جزء صحیح یه واحد یه واحد تغییر میکنه. پس 2x بین منفی 2 تا منفی 1 میشه منفی 2، بین منفی 1 تا 0 میشه منفی 0، بین منفی بین 0 تا کوچکتر 1 میشه 0، بین 1 تا کوچکتر 2 میشه 1 و الاخر تا 0. برای خود 4 هم نگاه کنید، توی جزء صحیح 4 هم که میشه خود 4 اینجا نشون دادیم. اما این بازهایی که ما گفتیم برای 2x، برای دامنه به دست آوردن دامنه، اینا رو باید به 2 تقسیم کنیم، همه رو تقسیم کنیم که این رو تونستیم رسم کنیم. بریم صفحه 52 سوال 3. سوال 2، نمودار تابع جزء صحیح fx مساوی جزء صحیح 1/3x را در بازی منفی 3 و 3 رسم کنید، کامل کنید. یه چیزی قبلش بهتون بگم بچه ها، ببینید الان شما ایکستون بزرگتر، ایکستون بازه، ببین دامنه یعنی چی؟ دامنه یعنی مقادیر ایکس. خب مقادیر ایکس بزرگتر مساوی منفی 3 و کوچکتر مساوی 3، اینو که مشکلی باش نداره. حالا چی از ما خواسته؟ 1/3، همشو در 1/3 ضرب کن. اگر این رو در 1/3 ضرب کنید چه اتفاقی رخ میده؟ 1/3 منفی 3 میشه منفی کوچکتر مساوی x، x هم در 1/3 ضرب شده کوچکتر مساوی 1/3 x، کوچکتر مساوی 1/3 در 3 هم که میشه 1. حالا ببین اینو شما تیکه تیکه کنید، چون 1/3 x رو قرار ازش جزء صحیح بگیرید، میگید ببین یه بار جزء صحیح 1/3 x بزرگتر مساوی منفی 1، ببین از منفی 1 0 و 1 دیگه عددهای صحیح اینجا، یه بار x بزرگتر مساوی منفی 1 کوچکتر از 0 و یه بار x بزرگتر از 0 کوچکتر مساوی 1. یه نکته دیگه داره حواستون باشه، اینجا کوچکتر، من برعکس گفتم، این بزرگتر مساوی 0 کوچکتر از 1. یه نکته مهمی که اینجا داره اینه که نگاه کن، الان ما میدونیم اینجا بزرگتر مساوی 1، یعنی توی خود 1 در نظر نگرفتی این رو، توی خود 1 اینجا مساوی نداره، توی خود 1 جزء صحیح 1 میشه 1. حواستون به این باشه، نگاه کن اینجا شده 1. حالا توضیح میدم چرا اینطوری شد. ببینید پس شما میایید میگید چی؟ میگید آقا اگر 1/3 x بزرگتر مساوی 0 و کوچکتر از 1 باشه، یعنی این بازه اول، اینجا 1/3 x بود بزرگتر مساوی، اینجا این 1/3 x بزرگتر مساوی 0 کوچکتر 1، اینو نگاه کن جزء صحیح این، خب 1/3 x اینجا خودش نوشته 1/3 x، از این جزء صحیح بگیر میشه عدد کوچیکه دیگه میشه 0، پس جزء صحیح 1/3 x توی این بازه میشه 0. حالا بیایید ما اینو که گفتیم این مقادیر برای y ان، x چی میشه؟ در 3 ضرب کن x بزرگتر مساوی 0 کوچکتر از 3، پس یعنی از 0 تا 3 مقادیری میشه 0. توی 1، توی ببخشید خود 3، خود 3 x رو بدید 3، جزء صحیح 1/3، در واقع من اینطوری بگم جزء صحیح 1/3 x شده چی؟ شده 1. بعد x باید چند باشه؟ x میتونه، حالا نمیخوام وارد اون بشم، x میتونه از 3 تا 6 باشه اینجا،
ولی ما بازمون فقط 3 رو داره. پس x مساوی 3 باشه، جزء صحیح 1 سوم ضرب در 3 میشه 1، جزء صحیح 1 هم میشه چند؟ 1. پس این برای خود 3، ما اینجا تا مونده به 3 ولی توی خود 3 مقدارش میشه 1. بعد بازی بعدی بین الان جزء صحیح اینو میخواید، جزء صحیح 1 سوم x، x این 1 سوم x بین منفی 1 تا 0 میشه عدد کوچیکه میشه منفی. حالا ببینید اینا 1 سوم رو من برای به دست آوردن این به این فرم در آوردم، وگرنه میدونم دامنم از منفی 3 تا 3، پس من اینو در 3 ضرب میکنم که این مخرج 3 برای x از بین بره. در 3 ضرب کنم x بزرگتر مساوی منفی 3، کوچکتر از 3 تا 0 هم که میشه 0. پس برای بازی بعدی از منفی 3 تا کوچکتر از 0، توی منفی 3 تو پره، توی 0 تو خالیه، مقدارش هم که شده چی؟ منفی 1. پس شما کلا همین کار رو میکنید وقتی که یه چیزی این فرم بهتون دادن، اول میایید x رو مشخص میکنید تو کدوم باز است، بعد میایید ضریب x رو در این ضرب میکنید که ببینید مقادیر y، مقادیر جزء صحیح از کجا تا کجا میتونه تغییر کنه، و بعد میای بازه های این رو بر اساس عددهای صحیح میچینی. ببین عددهای صحیح از منفی 1 تا 1 منفی 1 0، پس یه بازه از منفی 1 تا 0 داری، یه بازه از 0 تا 1 داری. اگه عدد بزرگی خودش مساوی داشت یعنی یه جا باید جزء صحیح با این برابر بشه، میاد بزرگترین عدد، آره بزرگترین عدده مثلا 3 رو داخل این قرار میدی، 1 سوم 3 میشه 1، جزء صحیح 1 هم میشه 1. پس این هم از این. خب مطلب بعدی تمرین هست که به عادی خودتون هست. موفق باشید عزیزانم، در پناه خودم.